بینندگان عزیز سلام، آرزو دارم که جور باشین، صحتمند باشین و به همون رقمی که دوست دارین زندگی به دلتان و پیش بره. قلبا سپاس میکنم از این که گزارش های شهری تلویزیون آریانا را یا هم گزارش ویژه حفیظ امیری را همیشه از طریق تلویزیون آریانا تماشا میکنید، چه از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا. یک چینل دیگه هم به نام افغان دیلی است که او هم مربوط به تلویزیون آریانا میشه، که او را میشه سابسکرایب بکنین، گزارش های ما را هم تو سلسله و تعقیب بکنین. امروز نسبت به دیروز و پریروز هوای کابل تغییر کرده، تو یک رقم چمپوتکا میکنه دیگه. یک وقت که تو بچه ها شوخی میکردیم باز میگفتیم چمپوتکا یا پوتکا. هفته هم تو یک دفعه زیر ابر میره، یک دفعه میبرای روشن میشه در میرو خادم یگان گلخانه و شیشه خانه که باشه در این وقت. ولی ای که تو یک رقم میشست به کادم هم تو یک چند دقیقه خدا بندازه آرام شوه، آرام که تو یک گلاسک چای سبز خیر اگال چای سبز مندازین، یک گلاسک چای سبز بندازین و گزارش ما را تا آخر ببینین. والله کوشش میکنیم خوب گزارش برای شما داشته باشیم، بهترین گزارش را داشته باشیم. اینا دیگه ازی کده چه رقم بگویم برات. به هر صورت منطقه را تصویرها را دیده باشین، ما در کابل چندین کارت داریم. شاید شما بگین چی میگن کارت، مثلا کارت 9 داریم، کارت 4 داریم، کارت 3 داریم، کارت آریانا داریم، کارت مامورین داریم. در گذشته ها قرار و شنیدگی اگر همی کارت ادامه پیدا میکرد شاید امروز کل منطقه کابل کارت فلانی که ات یک چیز میبود. اما باز نمیفهم دیگه که چطور شد که همی کارت و کارت بازی گم شد و از همه سابق یک چند کارت مانده که یکیش هم کارت مامورین است که ما امروز میخواییم از کارت مامورین بر شما گزارش داشته باشیم. یکی ببینیم که کارت مامورین چقدر تغییر کرده، کارت پرورن چقدر تغییر کرده. ما تقریبا 3 سال از این طرف نامده بودیم و امروز خواستیم من اینجا برتان گزارش داشته باشیم. کیا پشت کارت پرورن دق شده، دق ورده بیاییم که هایلایت گزارش ببینیم. پس از بسم الله گفته هستیم با شما یک جا. پونزده سال دور بودی از وطن، شرایط زندگی مثلا در ونکوور چگونه است؟ امی راستی امی چرا کارت پروان میگه؟ بیاییم که فرهنگ سازی بکنیم. هرچه قپاک باشه وطن است خانه خودمون. ما گفتنی ما است که اتحاد و اتفاق در بین ما باشد. مثالش این اولش خانه گرفتیم در کوتل خریدیم. واه واه واه. خدا کنه که هایلایت گزارش دیده باشین. پیش از این که بسیار گپ ها داریم در اینجا که در اول گزارش برای شما گفتم، همراه امی لالای ما یک دقیقه قصه کردیم، درد دل کردیم. ای لالای ما از راه بسیار دور به وطن خود آمده، بعد از چندین سال بعد ما نمیفهم. باش که یک معرفی شیم، اینال کمره روشن است، میشه که برای ما نامت بگی. وفا محمد. وفا محمد. وفا محمد جانا. چقدر خوب محمد خانم خدا، ماشاءالله عجب نامی است. زنده باش. اولین و آخرین پیامبر ما وفا جناب. وفا محمد. خداوند با وفا بسازیم ما. کاش که کلگی با وفا بود. همین مشکل است که نیست. نیست. سلامت باشی. قدم ما که باشن با وفا میشن. ان شاء الله. اینی لالایم هم امرای شما. شما خوب هستید؟ خوب هستید. جانکتان جان. شکر الحمدلله بخیر باشید. فکر میکنم شما خود کابل هستید. بله ما در کابل میباشیم. اینی آدم هم ایمان هم این هر جایی که رفت میبرین. خب ما ات حساب است که ما از اون دوران طفولیت یک جای در ایران زندگی کردیم، اونجا تولد شدیم، اونجا زندگی کردیم، دوباره اومدیم در وطن. باز یا از وطن مسافر شدن. دیگه فعلا ما موندیم اینجا. فعلا یک اون کسی هستم که از فامیل ما اینجا موندیم. دیگه همگی برادرها، مادر، فامیل همگی امروز میگم کسایی که جز جیجا جور باشن، کسایی که میرن اونجا جور باشن، من خمی جان جور باشه زنده باشن نمی کرده گپ است. اما با ما این وطن ما می باشیم که وطن نگاه کنیم. بشک قربان احساست.
لاله ایم کس گفت ما گزارش های شهری تلویزیون آریانا را یا همین گزارش ویژه حفیظ امیری را ما میبینیم اونجا هم تعقیب میکنیم. این حالا که در کجا هست؟ چند سال بیرون از وطن زندگی کردی؟ وفا جان عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. من تقریبا 15 سال در یک سال در امریکا بودم، باز در کانادا زندگی میکنم فعلا در شهر ونکوور کانادا. بعد از 15 سال لگه وطنم در 2016 یک برای بسیار مختصر تایم اومده بودم، پدرم خدا بیامرزه فوت کرده بود دیگه، باز تا دیگه بود زمین. 15 سال دور از وطن بودی، خداوند پدر جان تانه مغفرت بکنه. 15 سال دور بودی از وطن، شرایط زندگی مثلا در ونکوور چگونه است؟ از افغانای ما کجا زندگی میکنن؟ چطور است؟ سهولت ها است، کار است، زندگی است، آدم میتونه مثلا زندگی کنه، خودا بچلانه؟ الحمدلله ایره خود تمام ما میفهمیم که واقعیت خارج که میگن یعنی از نگاه زندگی، از سطح زندگی، البته یک ذره بگویم که ما یک ذره ملا دولام هستیم به حساب وطنی بگویم دیگه، از نگاه زندگی دنیایی واقعیت همه چیز مایاست، الحمدلله همه چیز مایاست. اما اینمه که متاسفانه که میبینیم از کسایی هم که بودن، از کسایی هم که تازه رفتن بعد از زمین انتقال دولت، دنیا است، دنیا است، اما چی فایده؟ ما الحمدلله مسلمان هستیم، بر ما همی اسلام و دین که نباشه فرق نمیکنه، در کره ما هم که باشیم او ارزش نداره، ارزش نداره. ایمان که نبود، اسلام که نبود، در جای ارزش نداره. یعنی که خلاصه آدم خب مجبور که بودی خب در کشور زندگی میکنی، ولی اگه مجبور نباشی دیگه زندگی کردن اونجا مزه نمیده. اصلا نه، یعنی مجبور نباشی، باور کنین مجبوریت نباشد. یعنی وطن اومدیم چند وقت میشه الحمدلله میبینم جای زندگی است، زندگی رو میفهمی نمیشه. همین یک جای به شما اقسام کردم رفتیم، همون یک برادر گفتم، گفتم چیزی که داریم واقعا در اینجا تا وقتی یک کس یک چیز داره ارزش از اون نمیفهمه، وقتی که باز ارزشش از دست دادیش او وقت میفهمه، او وقت باز میفهمی ارزش این رو. همه ما میفهمیم، همه ما میگیم، اما در عمل وقتی که با سر خود ما بیه باز میفهمیم. الحمدلله ما دمیج این 15 سال پیش بودیم، همینجا مکتب میرفتیم، اسلام هم بود به نام، مسلمان هم بودیم به نام، همینجا مدرسه هم میرفتیم، اما اونجا که رفتم اصل فهمیدم دین اسلام ارزشش در زندگیت باشه یا نباشه. یعنی واقعیت گفتم دین و ایمان که آدم از دست بده هیچ جای ارزش نداره که بری، هیچ جای. یعنی گپ ها دیگه طرف نره، دید لالای ماست که قصه 15 سال پیش کرد، یعنی کوتاهی از خود ماست 100%. ولی به این امر هر جایی که باشی در دست خود انسان، در دست خود انسان است، الحمدلله دست خود انسان. خوش شدم از دیدنتان، مزایم نمیشون، فکر میکنم کدام موضوع تذکره بود بیشتر قصه کردی اینجا. سلامت باشین، زنده باشین. یک پیام میروانی که به مردم ما یک ذره انشاءالله خداوند صبر و حوصله بده، یک ذره مشکلات هست میبینم یک زیاد مشکلات زیادتر شده، 100% مشکلات زیادتر شده، انشاءالله که درست شوه دیگه. خداوند همین دولت هم که اومده توفیق بده، دست به دست یک هم دیگه بتیم. باور کنید که مردم ها هستند بسیار خوشبین هستند، در افغان در جایی که هستم زیاد افغان های ما بسیار خوشبین هستند. یعنی این بحث سیاست یا را گوشه میکنیم، به بزرگا میمانیم، اما مردم های عادی مثل ما که هستند خوشبین هستند به اوضاع افغانستان و آینده افغانستان. انشاءالله زنده باشین. تشکر. خوش باشین. مقصد قابلی اگر نشد یک شوله دادم میمون ما 100%. اگر چی میکنی بخیر خوش باشین. تشکر باشه. زنده باشه حفیظ جان. سلامت باشین. خوش دیدین. با من خدا. خدا حافظتان. تو باش که اینمیجا یک آشنای سابق که ما سر خورده. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ترامات صاحب تقدیم است. جانک جور است. بخیر هستی. بخیر هستی. کامران صاحب بزرگوار ترامات به خودم تقدیم است. قربان. گفتم امیال بینیندارم گفتم باشین که یک آشنای سابق پیدا کردید. تشکر سال بزرگوار از مهربان هستی. سلامت باشی. بسیار خوش آمدید در منطقه ما. قربان.
قربانتم. بزرگوار هستین. علی ما خود در کجا دیدیم گمش کو اولی را بگو. جاده نادر پشتون. آه در جاده نادر پشتون مصاحبه کرده بودیم. بله بله. میگم که شما هستین الان. زمین دور که دیدم تو ماشنای سابقه است. بخم دیدم تو میگه که ما اومده پیشت. به احترامتان. قربان و محبتت شم. بسیار زیاد تشکر. اصل جای دان از کرتی پروانه. اصل جای ما چهارقلعه وزیرآباد است. باز تقریبا ما این مدت چه خبرت بگیم که ما مکتبم دمی باغ زنانه خواندیم. خب باغ زنانه مکتب وزیر اکبر خان بود. محمد وزیر اکبر خان باغ زنانه بود. البته از سال 61 تا وقتی که پادبان نظام رفتیم دیگه ما مکتب هم اینجا خواندیم. دیگه مکمل در این سایت خانم و خانی ما در کلاب چکان بود. حال دیگه تقریبا 16 سال میشه در این پشتک سیتی آمدیم. 16 سال دیگه من دکار. بله. خستاییز دیگه فکر که از همینجا هستیم. از همیخورتا نکه بیرستیم. بله آه. امی دوره نوجوانی و جوانی همیجه سپری شده. دوره جوانی ابتدای مکتب در وزیر اکبر خان خواندیم. با لیسر در شیرین مکتب شیرینو خواندیم. مکتب گفت اینا آه آدم دیگه با رزنش ما در اینجا امی رو بروی خانه امی آجی الماز برد بگم دیگه البته. اینجا ایراتی ها بودن به نام بابا زاده قلیم لوفی میکردن. ما ابرشمکار های اون وقت هستیم که قلیم لوف هستیم. امی کل پیسه پیش شما بوده. پیش ما بود. باز دیگه اینجا کاریزا بود. البته اینجا کلش مکمل زمین ها بود. تاکا بود اینجا. زمین های کاو بود. البته باغا بود اینجا. حال از پیسه قالین مانده. والا اول صاحب کلش مانده هرچه شد. اولادا صاحب والا کلش رسیدن دیگه. نامت هم یادم رفت که پرسان کنم. نام آقا شیرین است. خدا و راستی همه قیق آدم تبخاش. راستی که همه تو آقای شیرین هستین. بزرگوار هستین. بزرگوار یا تو ببخش هستین. زنده باشین. برادر بزرگ ما هستین. با عزت و سربلند باشی. معلوم میشه که از امو آدم های با فرهنگ و اجتماعی از دو منطقه را که نام گرفتی و دیگه اینجا کارتی پروان. کاکا آقا شیرین بگویم کال نگویی که با سن مبلغ بود. نه کاکا بگویم. حال کاکا هستم میدن. پروانت بیشتر اینه متوجه شدم یا جه هست خود هست آسا؟ بله من خب مایی بسنه. من خب پای ندارم. یک پای. یک پای بله. این دیگه دمو جنگای. دمو جنگای راکت خورده مره بله. به این حال اگر سر و گپا بریم باز دل پر از دیگه واره بانی میکرد. نیست بعد تازه صحبت میکنی. شکر که نفس میکشی خوب است. الحمدلله شکر فضل پروردگار اولادا جوان است. بچه ها وانتر که خلاص کردن البته. اولادا کلگی بسر رسید. کل بسر رسید یک بچه که میگه کاری زی مکتب. در این مسجد البته صنف 11 مکتب استقلال است. قاری شهرام نامش است. که در مجاید نوت پشتو موجه درست میتا تمام دکان داره. آه دیگه دخترک های معلم از اسلام تسلیم. یکیش صنف 7 مان. یکیش هم صنف 11 مکتب مورا مان. ما دیگه رساندیم کلش شکر پروردگار. دیگه بسر رسید. بسر رسید. شکر خدا فقط خودم تفخش زندگی خداوند همیشه هم تو تفخش داشته باشید. خوش شدم از دیدنت. زنده باشید. تاکسی یک از خودت است. از خودم از بار میشه. هم شوانه کار میکنم بله. یک ممرینک داشته به مل دمی طفلا هستن از دان باغ میبرم شون دمی اسلام تسلیم. از من دکاندارایی که در جاده هستن. بازوار اینجا پس 11 بجه مرم شون در خانه شون تسلیم نکنم. خلاص همیشه ایره میشه آشد. الحمدلله شکر. هزار بار شکر. گفتی که در اینجا زمین ها بود. این کارت پروان نگاه حالو کارت پروان سابق نیست. من در اول گزارش هم گفتم. امیر راستی چرا کارت پروان میگن؟ من در اول گزارش هم گفتم. کارت پروان یه به این خاطر میگن که مردم های بسیار روشنفکر زندگی میکنن. در یک کوه خانه نبود. من این خب سعی یادم میاد که من سنای 12 ساله بودم که شامل مکتب وزیر اکبر خان بودم که اینجا خانه نبودن. فقط این مکتب نادریه بود. دیگه از این سرک اون طرف یک سرک 90 فامیلی از کارت پروان که میرفتی پروان 3 و پروان 2 نبود. فقط ازگاه در کجا بود؟ سرک نانبایی قلعه نجارا. یکی هم در شاروالی بود که حالا فعلا شاروالی هست اینجا که مارکت که هست اونجا یک ازگاه بود دیگه کلش مکمل دشت بودن همینجا خوب خودم یادم میاد که ما اینجا میرفتیم اگه ما خنگور میگرفتیم از باغ بچگی بود دیگه برای بچه ها همه تو خفچاب خفچاب بله باز این باغ انگلیس میگفتن سفارت پاکستان که هست اینجا باز زردولو بود باز اینجا میرفتیم زردولو میگرفتیم میآوردیم باز یک جوی بود این دم بین وسطی که برکی که تیر میشه اینجا بسیار یک جوی کلان بود جویبار بود تو خب اول صاف پاک میرفت همین که از مسجد باغ بالا زیر پیر بلند از این طرف از اینجا صاحب اینجا کل کاریزا بود او اول خود چخور بود نه بیخه اونی بود اوار بود چخور نبود این چخور پسان شد از سال 71 به طرف اینجا چخور شد پیش از این ما اونجا بودیم اینجا چخور نبود فقط اوام تو مثل که اوام تو در دریا روان باشه می رقم روان بده دریای چمچم است اینا تو میبینی از این پیش این سرک رو بغل میرفت یعنی زندگی از این معلوم میشه کم سمیت ها محبت اصل کیف کان شما کردین نه ما چیز نمونده ما رفت با دواگوی هستیم خب نه چاش میجا گوش کو ایت مشکلی نیست ولی یک شروعگک میتو بدلالا بخیر باشین سلامت به محفظ باشین با امان خدا
یگانه چیزی را که همیشه ما در این چهارای کارت پروان آمدیم دیدیم همین کراچیکای پیش مکتب لسه نادری است. تا او قسمت هم تصویر داشتیم در اول گزارشم و این قسمت هم که میبینیم تا منپلی، تا دسمال، تا جوز، انرژی با و میجه است. همین نمود سرکای وطن ما و پیش مکتب ها اینمی کراچی هستن. سلام، خوب هستی؟ جور هستی؟ خوب هستم. جانا جور هست؟ خوب هستم. تو خودت خوب هستی؟ خوش بسیار زیاد خوشحال شدم که تو را میبینم. اوه قربانه سرت شم و خیر باشی. ایدگاه من میخواد بیا 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 تام بیا بیا. خب باش که اینمی رفیقایی که همیشه در پلی ما میان اما تو محبتی محبتی هستن یک رقم با محبت میان در پلی ما مام باز میگیم دیگه. ای باز ناجوانیست که اگر که ما کتشان گپ نزنیم همین رقم از یا نیست؟ آه قربانت شم. تام جور هستی؟ صحت خوبه؟ خوب است. چرا دستای تو رو یخ زده در یه هفته؟ یخ است. یخ است؟ دیده ای دو روز دیگه خواهید بیخی زیاد خونه خورده بودی؟ آه. نامک چیست؟ مزمل. مزمل جان. مزمل جان خانه تون کجاست؟ خانه ما در کوچه سی بارستان. خب در بارستان. از جا در ایجا چکری آمدی؟ نه با دیدن تو آمده. خب با دیدن ما آمدی؟ حال با چطور خبر شدی که ما ایجاست؟ پدرم به اونجا بود دنگ داد میگه فیده میری آمده بیاد با دیدن. اوه بیشک والا کجاست پدرم؟ پدرم آن اونجا. خب امو پدر دست؟ بیشک والا حالا ما میرم پیش پدرت کرد پدرت هم گم میزنم خیر میبینی که آمدی؟ خیر. چی بخته کده بوده چاش؟ لوبیا. خیلی نازم لوبیا های زرم یاوردی میخوردی؟ ما دود آمدم که گزارشت ختم نشد. آه قربانت شم. خیر ببینی مزمل ایره به ما بگو که تلویزیون آریانا را میبینی؟ آه هر شب تو را میبینی؟ هر شب ما را میبینی در تلویزیون آریانا؟ آه. اینه اینمی تلویزیون آریانا و ما همی کوشش ما اینمیست که بمی شما گزارش های خوب داشته باشی. تشکر مکنم. ای تو کدام غلطی ملتی خو نداره؟ نه ایت نه غلطی ملتی. کدام چیز داره بگو که جورش کنی؟ نه نداره. امی مخصوصا چی گپا در گزارش خوشت میه؟ زیاد که اگه هم تو خوش میخوره سرم امی گپای تو بسیار خوبش میگه امی گپا ما امی که شوخی و خنده و بغل کشی بینیم یا کلش که باشه امی ها؟ امی مواش که میگنی امی بسیار خوشت میه سعی کنین که ما خو میگم که مردم ما بسیار محبتیستن این بغل کشی و این ماچ کردن و اینمی پرسانی کردن و اینمی یک فرهنگ افغانی ما دیگه اینمی چیزها رو مردم خوش داره آه بسیار زیاد خوش داره در پالیش مشکلات مردم یا مهم است آه بسیار مهم است خوش باشی ما زمان بسیار خوش شد مکتب خو میری؟ آه مکتب میرم در درجه استی بی سی؟ درجه اول است بشه اینمی اول باشی همیشه ایجید میشه؟ ای بیادرم تو خوب است؟ خوب است اینی بیادرش بازه ای رقم کم جرات خیر ببینه که خوب یکی دیگه خمه تندیوال هستین یکان وقت اون رقمی میکنین خوب هست یکان وقت چی میکنیم همی میگن یکان وقت تلخی و ترشی هم نباشه باز مزن هم میتنه اما تو راست این حالا که کل اگه میبینه چی گفتنی داری برای مردم بگو ما گفتنی ما هست که اتحاد و اتفاق در بین ما باشد همه گفتنی ما تا یک پیام بسیار خوب دمی تو دمی دل کل ماست آم دی کل دلیم کل ماست بشه قوم پرستی نباشه دیگه کل من میگم همی کسی که قوم پرستی میکنه خدا دیگه اینه دیگه اینه ما تو سعیست برین خدا حافظ تا برین با مان خدا خدا حافظ بخیر باور بکنین یگان وقت که آدم هم یگان کار خوب میبینه یک رقم تو وارخطاک میباشه میگه اینه میره زود بگویم اما تو نیست بچه اینه وارخطاک به این خاطر که این بچه یگان وقت خوب میباشه درد دل میکنیم به خاطر از این که کار خراب همیشه سرش گپ میزنیم اون منفیز دیگه هم منفی شده میره خوره به خاطر از این که منفیش از بین بره مثبت شه و خوب شه و گپ میزنیم ولی برعکس میشه منفیش زیاد میشه باز خوشبختانه که یگان وقت از پالی چپ بگویم از پالی راز بگویم که میخزیم همون روز یک کار خوبم میبینیم این حال کار خوب ایجا چی شده که ما باید تو رو با شما شریک بسازم بیاییم که فرهنگ سازی بکنیم در هر بخش سرک که از طرف چهار راهی سلام
از طرف چهارراهی برکی آمده. این منطقه را که میبینین از طرف چهارراهی برکی و از طرف خود بهارستان و آیسکریم فروشی های بسیار مشهور که منطقه قسم و از پای مرکز یک کوچگک آمده این سرک تا در این قسمت تا اینجا برآمده. هم تو بسیار وطنی گفتم دیگه، ما چم خدا کنه اشتباه نگفته باشم. اینی قسمت دفعه قبل هم دو نیم سال پیش که ما آمدیم اینجا واقعا که کثافت خیلی زیاد بود، اما اینجا اگر مربوط نایه چهارم میشه، مک پرسان کردم مربوط نایه دوم و چهارم میشه. قلبا سپاس میکنم از رهبری این دو ناحیه که هر کدامش که پاک کرده خانه پدر از یاباد و به خانه پدر مردم هم آباد، به خاطر از اینکه اونا هم کم ساختن انداختن کثافات در اینجا. و اگر سر قدر کار خوب شده، کالج پاک شده، ستره شده، صفا شده، اینی برای صحت ما خوب است، برای محیط خوب است، بیاییم که حداقل یک زباله‌دانی هم که همیجا بانیم اگر زیاد کلان نبود حداقل خرد باشه که بخی دیگه هیچ دمی روی زمینم بعد چیزکایی را که من اینجا میبینم کم کم او هم دیگه نباشه و مردم ما دیگه اینجا رفع ضرورت هم نکنن. یک دانه یک زباله که بسیار خردرک اون دو قسمت معلوم میشه، اما ما فکر میکنم که اینجا چون از قبل دمزینا عک شده که برو موجا پرتو با او خاطر او کفایت نمیکنه، با او دلیل باید اینجا یک زباله دانی یک باشه که اینجا قصهش دیگه بخیر گلمش جمع شده، خوب شده که پاک شده. سلام، خوب هستی؟ جانه که جور است؟ بخیر هستی؟ خوبه جانه جور است؟ قربانت. نان و چاشته میخوری؟ والا نان چاشته میخورم. مزه میده؟ شکر است خوبه. نان و چاشته نه؟ وقت میخوری؟ والا یک ذره میگردیم گوشه میشیم کاروبار. ما خو سه وقت یک وقت میخوری. خوب میکنی باشه. حاضرم. تو کنیم که نکنیم. نکنیم نمیشه چاره باشه. قربانت. گفتم اینجا مردم به رفع ضرورت میاد حالا نمیان. چقدر خوب شد. بسیار خوب شد. بسیار خوب شد. ملک خود ماست، وطن ماست، باید پاک باشه، جنگلی نباشه. همین هموطنهای ما که متوجه به همین جنگلی باشه که جنگلی نپته دیگه نه که وطن خود است، هر چه پاک باشه وطن است، خانه خود ماست. زنده باشه. اینی که اینما تا یک جور شوه ما شما هم لاغر نمیشیم. نمیشیم، مریض نمیشیم. چاق میشیم. چاق میشیم، صحتمند میشیم، دیگه هیچ وقت مریض نمیشیم. قربان محبت. زنده باشه. چی کاروبار چی زگیر تا ما؟ والا دیگه فعلا کاروبار این مارکت اینجا میگره فعلا چه دیره اونا تو همون اونا که تبخو من ایجاست میبینم خدا نگه سلامت باشی نان تبخو حال باشتا سرکه که به طرف کوچه کبابی و پارک بارستان و بالاخره چهار راهی دهن باغ یا هم کره زمین بگویم یا هم قبلا که باغ زنانه بود. در هر گزارش در هر منطقه که می باشیم باز دوستایی که در پایین ویدیو با ما پیام میکنن که فقط اگر تانستین یک تصویر از اینی قسمت داشته باشید، مثلا مکتب یا مسجد یا یک پل که زیادتر هم پل سابقه بوده، خلاصه کوشش میکنم که یاد خاطراتشان تازه شود. اینی هم لیسه عالی نادریه، بیشتر از 60 سال میشه از این مکتب، از دمو دیوارکایش معلوم میشه که بیشتر از 60 سال میشه چون بسیار همو سبک قدیمی و سابقه همو 60 سال پیش و در پالیش لوحه مکتب معمول لوحه هست کدام تغییر دیگه نامده. اینی قسمت که میبینین این لوحه میبینین این لوحه اگر که سر دروازه یک رقم سر جایش نیست ما چمت کدام تغییر میه که باز بعدا ما شما شاهدش خواد بودیم. اما حالا خود زمستان از مکتب رخصت باشه. سلام خوب هستین؟ ساعت شما خوب است؟ جانک تا خیر سلام زمین شما نشده باشه؟ نه ملای مسی گلم نامتان چیسته؟ اسم محمد ربی است. ربی جان گل، خودت داخل مکتب میری یا منتظر کس هستی؟ کدام کار داری؟ ولل نگوی که حالی ایخ سوال سه شخصی است خیانه من میخوایم نظر به او باز چیز پرسان کنم. نه گلم گپی نیست،
به خاطر مکتب اومدیم، نمرات 3 ساله همی فارغ التحصیل کار است، به خاطر پنتون امتحان میدیم دیگه، مجبور هستیم باید نمرات 3 ساله را ببریم. آه به شک، یعنی نمرات 3 ساله اینجا کار میشه دیگه اوجه؟ اجانا اینجا با یک اصلا استلام میتن و استلام میاری اینجا 3 ساله را میتن و از میبری پنتون. چرا قبلا نمی پیش از اینکه بخواین از اینجا خود اینا را آن نمیکنن؟ نه خیر نه، خب از پنتون های شخصی تا دولتی فرق میکنن. خب با او خاطر بعد نمرات 3 ساله را ببریم. اجانا اگه باز نکدام تاش کدام گپ شده باشه نه انشالله که مشکلی نیست. عجب دوره سانس، خودان چقدر خاطره داری از این مکتب؟ 100% دیگه یک عمر ایجا تیر کردیم، از صنف 7 تا صنف 12 را ما اینه میجا کنیم. رفیقایی که کتیجه بوده یک جای فارغ شدین، حال با ایجا هستن، بیرون هستن؟ والا اکثرش هست دیگه، همیجا هست و از اکثرش خبر ندارم. قربان بسیار تشکر، خوش شدم از دیدنت. همچنان با عزت باشی. خداوند همیشه خوش داشته باشی. با عزت باشی. همچنان بسیار تشکر. داخل مکتب بریم، اجازه است؟ آه خودت چی مسئولیت داری اینجا؟ من خودم عزیز هستم. آه عزیز عجیر. خب یعنی نگهبان هم هستی دیگه؟ بله. بست عجیری است نه؟ بله. بست عجیری کار میکنی؟ بله. حالا مکتب رخصت است؟ زمستانه نه؟ آه این کسایی که میاید اگه خود یک کار حتما میباشه مثل نمرات 3 ساله یک گپ بست. بله بفهمید خودم بله. چقدر یک بچه خوشخوی است، مرد چکت همیشه همه تا خوشخوی باشی. خیلی خیلی ببینم قربان و محبت دارم. بیاییم که از این قسمت یک تصویر داشته باشیم پیش نمیریم که باز مخ آمد. خدا کنه که ملامت نشه. میریم تصویر محوطه یا هم صحن حویلی لیسه عالی نادریه. اگه فراموش نکنم خودت هم کنه کارم این من پخستی. نه سلام علیکم. اما تو جانه جانه که جوره بخیره سی جانه جوره چی خیرتی سی خیرتیه نالای گلم خیره خیره جانه که جوره جانه که جوره شکر بخیر هستی خیر رفیقا اندیوالا کلگی جوره سی شکر بدوار قربان سرت شم. شکر که پیشانی گه که تان واز بخیر باشی جان جان چه کنیم ولی پیشانی های ما خب واز همی آدم های پیشانی تر چی به درد میخورن؟ ایش از آن چیز کار جور نمیشه، ایش از آن چیز ساخته نیست دیگه. قربان تان خیرتیست؟ بخیر باشی خود خوب هستی. گپ نو چی هست پیش لیسه نادریه؟ ولی گپ نو اید دیگه، خود تا فعلا مکتب ها شروع نشده، گپ نو نیست فعلا. کارهای شما خراب؟ خوبه شکر میشه. نه کار میشه کار مرد تجار موشه کم میشه. نظر به موسم زنال باز فصل بهار شد با خوب است. خیر ببینی قربانتان. راستی شما بیادر هستین؟ من یادم رفته. نه بیادران نیستم، من خودم کار میکنم با ایره کلمه یک جای کار میکنم. بایی تحصیم کنیم همی که یک جای کار میکنیم فکر که بیادر هست. نه جانا بیادر هستیم ما. اون دفعه که من قبض یک دو نیم سال پیش فکر میکنم 3 سال 4 سال میشم. سه چهار سال شد اون وقت کامل بانشو یک چند سمبوسه بخوریم. امی نام تام بگو قربان سر تو فهیم جان مرا ببخش دیگه، به خاطر که ما در هر منطقه که روز که 20 نفر گپ میزه یادم میره. فهیم جان بیادر بیشتر گفتم کونکارم این منطقه هستی؟ ما دیگه چند سال شد هستی؟ یعنی فکر سی یک 10 سال 15 سال میشه که میجه هستیم. 15 سال میشه. 15 سال شد که لالا فهیم پیش لیسه نادریه همیجه هست اینه کار میکنه. اینه میکار سمبوسه پزی میکنه که یک چهارو پک قرار پیدا کنه. ما در 15 سال کپ شدیم، یعنی بغلای شقیقه ما سفید شد. هر روز بیادر کتی بچه جنگ و دعوای ما سر زینمیست که بیادر تو پیش رفتی ما پیش آمدم، حالا توری سفید شدی ماری سفید شدیم، نه تو مرا ای رقم نگو. این حال از این بگو که ما خود درگیر ایگه پا بودیم در زندگی، اگه فایده نکردیم نقصان نکردیم. تو چه سرمایه کردی؟ چه تغییر آمد در این 3 سال 4 سال که ندیدی؟ زیاد آمد. مثلا مثالش این اولش خانه گرفتیم در کوتل خریدیم. واه
واه واه این سمس ای بابا چه شیرینی چپا شده شیرینی خود چپا شده چیزی نبیاری مخصد نه نه چی شیا داری او بدر سمس ای نفر خانه خریده خدا بیننده ما شما هم که میبینین اینما تو دست بلند کنید خدا لالا فهیمه اقبت اگه جمع کده نتان ها آمین 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 مبارک باشه اولی خریدی زمین نمره زمین از خانه هم داشت جور کردیم یک چند تا خانه دیگه هم یک دو بس پجای هست خب بشکت خودت دیگه کتم اولاده کهید فعلا دیگه مجرد دیگه تو فعلا خب دا گوشت زدم که یعنی توی هم نکدی توی هم نکدی نه تو فعلا دیگه نامزادار بگی دیگه خب نه نامزادار بگی یا نامزاد شدی تو فعلا نه دیگه میشم گفته که در خانه نامزاد میمانه دیگه خب پای در نامزادی میمانی ایتی اگر خم گب گب شد گب گب بشک آدم باید که نامزد شود هرچی آجل رو سی کنه انسان تکمیل میشه صد پی صد بله همین دین ما میره گفته باید زود اقدام بکنیم به صورت که امکانات باشه خانه را شرسته کردی پدر مادرم کرد خود زندگی جانه جانه خودم از این چی کرده چی به خانه را خودم هست خودش از خانه هم خرید وانه دیگه فعلا هم یک تا تا خدا را کدم زندگی کنیم بیز یا تو یک جای خوشت بیر در کجا خریدی گفتی؟ دمی کوچه زیارت از کوتل خب کوتل خی خانه کوتل خی بیخی دیگه ما تو یک تایت جای هست بسیار خوب جای هوادار هوا شمال هوا کل چیز دیادر فکر میکنم امی شما یک چند تصویر ببینید که گب ما کلان شد ما دیگه باز خداحافظی میکنم که یک چند تا گب در خود چاره ای دارم یادم نره دولا فهیم یک شوله را سر شفا میکنیم خانه میریم یک دستگل دیدن خانه او بچه گل میگیرن چی میگیرن؟ یا پاکت چاکلیت یا یک پاکت چاکلیت شیرینیگا نه پا شیرینیگا خونه چاکلیت ککوی خوش شدم فاین جان دکارت برکت با عزت باشی خدا کم تان نکن خدا کم تان نکن خدا حافظ خدا حافظ رسیدیم به پایان گزارش ویژه ما از کارته پرواک خدا کنه که گزارش به دل شما بوده باشه از تغییرات گپ زدیم از گپای خوب گپ زدیم بعضی ها در دل کردن امرای ما یکان گپای سابقه کارته پروان هم در این گزارش برای شما داشتیم البته خدا کنه که در کل برای شما قابل قبول بوده باشه فکر میکنم چای سبز شما هم خلاص شده این چای را که در اول گزارش دم کردین تا آخر یک گلاس نوشیده رفتین و گزارش ما را هم تماشا کردین ما هم میرم به طرف دفتر و یکی دیگه گزارش برای شما آماده بسازم یا تهیه کنم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداحافظ